لباس هم ولی اتو نداره، اب نداره؟ آماده این؟ سلام، من مسیح علی نژادم و خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه تبلت در خدمت شما هم تا با هم بهتره کنیم. این هفته یک مصاحبه داغ براتون دارم، جان من تکون نخورین، از دست ندیدیم مصاحبه رو. هفته گذشته اما هفته بسیار شلوغی بود، نه فقط ایران بلکه کل دنیا، حوادث و تحولات. شرمندگان عزیز توجه فرمایید، شرمندگان عزیز توجه فرمایید، توییتر آزاد شد. همونطور که شنیدید ایلان ماسک صاحب کمپانی تسلا و استارلینک که قبلا برای اوکراین اینترنت فراهم کرده بود، توییتر رو به قیمت 44 میلیارد دلار خریداری کرد. چه پولی اینا، نمیتون سرجام همه آخون داره یه جا بخره. دقت کنین که توییتر یک کمپانی خصوصیه و در مورد آزادی بیان میتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه، اما خود ایلان ماسک در توییتی نوشته امیدوارم حتی سخت در این منتقدان من هم در توییتر بمونن، چون آزادی بیان اینه، درست عین جمهوری اسلامی. ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. خبر بعدی، علی مطهری حرفای خود را تکذیب کرد. اونایی که نمیدونین مطهری چی گفته که مجبور به تکذیبش بشه، باید به اطلاعتون برسونم، نه خیر، جواب منفیه. این بار استثناءً علی مطهری در مورد سپورت، حجاب، پوشش زنها، یقه خانوما، تحریک شدن آقایون کنار دریا و مسائلی که تخصص و علاقه‌شه صحبت نکرده. ایشون در یه مصاحبه ای گفته اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه. هدفتون ساخت بمب بود دیگه؟ پس فتوای شیخ طوسی از 1000 سال پیش چی میشه؟ یه مقاله خوبی یه سری از علمای قوم نوشتن راجع به اینکه این فتوای مقام معظم رهبری مبنای فقهیش برمیگرده به فتاوای شیخ طوسی 1000 سال قبل در مورد حرمت استفاده از سلاحایی که بین قربانیانشون نمیتونن اختلاف قائل بشن. حالا بمب اتم زمان شیخ طوسی چون مال 1000 سال پیش شاید اونقدر هم قوی نبوده، فتوای اینو چی میگید؟ معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو ارشد حرام میدونه. و وقتی خبرنگار میپرسه آقای مطهری این حرفا با توجه به مذاکرات عواقبی نداره؟ مطهری هم میگه تفاوتی نداره مثلا مذاکرات و اینا، حالا کسی به حرف ما توجه نداره، با خارجی بالاخره پیدا میکنن نکای. البته فقط شما نیستی آقای مطهری که کسی به حرفتون توجهی نداره، مثل اینکه به حرفای رهبرتون هم هیچکی توجهی نداره که وقتی فتوا میده بمب حرامه، همه امکانات مملکت صرف ساختن بمب میشه. یا شاید ایشون هم مثل شما اول یه چیزی میگه بعد میزنه زیرش، احتمالاً دومی. و خبر آخر، آدم دلش آتیش میگیره این خبر رو میشنوه، یعنی هر کی این خبر رو بشنوه و ویران نشه آدم نیست. خبر اینه، سال گذشته بیش از 1400 کودک، تکرار میکنم 1400 کودک از مادرانی متولد شدن که خود این مادران بین 10 تا 14 سال سن داشتن. واقعا این بار شما رکورد زدیم. سوال میخوام بپرسم، قبل از اینکه جواب بدید حسابی فکر کنید. شنیدید که میگن تاریخ همون جغرافیاست، یعنی موقعیت جغرافیایی هر مکانی تاریخ اون مکان، شهر و کشورش رو هم شکل میده. مثلا ونیز اگه کنار آب نبود و موقعیت جغرافیاییش طوری بود که میشد کشاورزی کرد، شاید تجارت در این شهر انقدر رونق نمیگرفت و اون وقت مارکوپولوی هم نبود که بره از چین جنس چینی بیاره و بعد بقیه اروپایی هم به فکر بیافتن که باید برن اون طرف دنیا برای تجارت و بعد دنبال راه جدید و بیخطری به شرق باشن که بعد قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب کشف بشه که بعد کشوری به اسم آرژانتین تو اون قاره به وجود بیاد که بعد یه نفر مثل مارادونا تو اون به دنیا بیاد با یک گل تاریخی تاریخ ساز بشه. حالا شاید نقش مارکوپولو در حذف تیم انگلیس از جام جهانی مثال خیلی کژدار باشه، ولی منظورم رو متوجه میشید دیگه. جغرافیای هر جایی توی شکل گیری تاریخ اونجا نقش خیلی 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 مهمی ایفا میکنه و تاریخ هم در فرهنگ و زندگی مردم اون محل تاثیر مستقیم داره. برای همینم هم هست که مثلا در قطب شمال که خورشید از آخرای اردیبهشت تا اوایل شهریور غروب نمیکنه، نمیشه روزه گرفت.
یا سخت میشه، یا مسابقات اسکی روی آب مثلا در کنار کبیر مرنجاب نمیشه برقرار بشه، یا کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن. کنسرت میخوای مشهدی نباش، حتی شهرام ناظری مشهد که هیچ، قوچان هم نمیتونه بره شاهنامه بخونه. لابد میگید قوچان که کنار گنبد امام رضا نیست، ولی از آنجایی که همه چیز نسبیه، قوچان هم نسبت به آرژانتین خب یه جورایی کنار گنبد حساب میشه نه؟ و البته چون همه چیز در مشهد مطلقا نسبیه، استثناهایی هم اتفاق میفته، مثل دیدار تتلو و رئیسی یا این کنسرت. البته خب این کنسرت فرق داره، اینا گروه حزب الله لبنان قوالی پاکستان منقبت یا منقبت منقبت خانی افغانستان هستن، شهرام ناظری که نیستن، اینا صاحب مشهد هستن و شهرام ناظری و من و شما غریبه ایم و مشهد از قدیم به غریب نواز بودن شهرت داشت. اینو من نمیگم، اینو روزنامه نگار گاردین نوشته، میگه عبادت، غذا، سکس و پارک آبی چیزهایی است که مشهد رو بنا به این گزارش گاردین بین توریست های عراقی معروف و مشهور کرده. ای تیل با مصر. به هر حال هر شهر و هر مکانی برای یه چیزی شهرت داره دیگه. مثلا آلمان برای چی معروفه؟ نه جان من، شما میدونی؟ خوابجو چی؟ برای خودروسازی. سوئیس برای چی معروفه؟ برای شکلات، برای ساعت. اینو چرا همه به شکم فکر میکنن؟ یا ایتالیا، ایتالیا برای چی معروفه؟ نه خیر، گوش کن. شما نگاه کنید، وزیر آموزش و پرورش شما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. اونایی که اخبار رو دنبال میکنن الان دیگه متوجه شدن که موضوع بحث ما قهرمانی آرژانتین در جام جهانی نبودش. هرچند اونم بحث مهمیه، ولی موضوع بحث ما نیست. اما برای اونایی که نمیدونن ماجرا چیه؟ ماجرا اینه. ماجرا از این قراره که روز سه‌شنبه در فرودگاه بین المللی تهران سه مسافر به دلیل بار زیاد توجه ماموران فرودگاه رو به خودشون جلب میکنن و مشخص میشه که این افراد زهرا مشیر، مریم قالیباف و امیررضا بهیرایی، همسر، فرزند و داماد محمد باقر قالیبافند که برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه رفته بودن. بله، هفته پیش خبر سفر همسر قالیباف به همراه دخترش و بقیه فک فامیلاش که قالیبافو که میشناسین، همونی که گازنبوری دانشجو رو لوله میکرد، حالا خبر برای بچهش به ترکیه برای خرید سیسمونی، یکی از داغ‌ترین خبرهای روز بود. خبر از فرودگاه شروع شد ولی با پیگیری‌های بعدی مشخص شد که سیسمونی و 19 چمدون اضافه بار بیته تنها بخشی از ماجراست. گویا دو تا واحد آپارتمان لوکس هم جز سیسمونی نوه سردار بوده که خب چون نمیتونستن بیارنش گذاشتن همونجا تو استانبول باقی بمونه. سر جای خودشه سردار، نگران نباش، قصه نخور. ولی آیا واقعا تو کشوری که دکل نفت گم میشه 19 تا چمدون سیسمونی، حالا دو تا واحد آپارتمان تنها نکات خاکستری پرونده قالیباف محسوب میشه؟ من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. ایت مردانگی دله، این مردانگی کرده و پرونده قالیباف رو مالونده حسابی که قالیباف الان اونجا نشسته. لاپوشانی فساد در لغتنامه مسئولان جمهوری اسلامی اسمش چی از این بعد؟ چی اسمش؟ مردانگی. جاهای دیگه دنیا بهش میگن کمک به پنهان کردن جنایات و مجازات داره. حالا برگردیم به پرونده. مردانگی ها رو ول کنین. من اینجا فقط لیست پرونده های تخلف مالی قالیباف رو براتون فهرستوار میخونم. آب تخمه بیارین، زیاده. پرونده بانک شهر، زمینخواری گسترده و واگذاری زمین و املاک به خانواده افراد و تهاونی‌های خاص در شهرداری تهران. پرونده واگذاری زمین به خیریه امام رضا که متعلق به زهرا مشیر همسر قالیبافه.
کمک‌های میلیاردی متعدد شهرداری به این خیریه، واگذاری غیرقانونی نزدیک به 80,000 متر زمین در نوبت‌های مختلف از شهرداری تهران به خیریه همسر مشیر در دوران شهرداری قالیباف. زهرا مشیر مجموعه آموزشی به نام شمس‌الشموس چیه واقعیه؟ زیر نظر الیاس فرزند قالیباف داره اداره میشه. مجموعه شمس‌الشموس خودش پرونده‌های جداگانه‌ای مرتبط با دریافت غیرقانونی زمین و کمک‌های مالی از منابع نامشخص داره که در کنار همسر، پسر قالیباف نیز در اون متهمن. پرونده واگذاری باغ 22,000 متری از بنیاد مستضعفان در سعادت آباد تهران با سفارش قالیباف به بنیاد همسر شمس‌الشموسیش و قطع غیرقانونی درختان، ساخت و ساز خلاف قانون. همجوری ادامه داره این لیست. پرونده 50 حساب بانکی مخفی با گردش مالی مشکوک در ماجرای بانک شهر. پرونده نامشخص بودن درآمد ناشی از مجوز ساخت و ساز در بخش‌های شمال غربی تهران. پروژه‌های مالی عمرانی در دوران فرماندهی قرارگاه خاتم. پرونده‌های هلدینگ یاس، پرونده بنیاد تعاون ناجا و بانک قوامین و پرونده عیسی شریفی معاون قالیباف که اونم جزو پرونده‌های فسادی که رو شده. هو هو نفس بالا نیومد. 19 تا چمدون که هچ، 19 تا واند و مزد و کله و زامیاد و همه اینا رو جمع بکنی سرجام نمیتونه تمام این پرونده رو جمع کنه به مقصد برسونه. فساد مالی این خانواده رو ببره دادگاه نمیبرن. اما شاید از خودتون بپرسید با این همه پرونده فساد و دزدی که اینقدر عیان و تابلوه که معاون طرفم دادگاهی میشه و حسن روحانی میگه اگه مردانگی من نبود تو الان اینجا نبودی، که یعنی تو شورای امنیت ملی این فساد ثابت شده و جای شک نداره، چطور قالیباف حتی یه بارم دادگاه نرفته که هیچ، مدام داره ترفیع هم میگیره و از شهرداری به ریاست مجلس هم رسیده؟ پاسخ ساده است. قالیباف مجهز به یک چیزیه که اونو در مقابل هر پاسخگویی مسون میکنه. میپرسید چه وسیله ای؟ پاسخ تو تصویره. شفیه، ابزار جادویی که میشه باهاش میلیاردها اختلاس کرد بدون اینکه نیاز به پاسخگویی و حسابرسی باشه. میگید نه؟ از آقای خاوری بپرسید. میگید نه؟ از کسی بپرسید که 90 میلیارد دلار ثروت کشور رو در اختیار داره بدون هیچ حسابرسی. اگه استانبول برای سیسمونی و ایتالیا برای لباس بچه معروفه، عوضش مشهد هم جاذبه‌های خودش رو داره و تهران هم برای اختلاس و دزدی و فساد در دنیا بر خودش اعتباری کسب کرده. اول این قسمت رو با فوتبال و جبر جغرافیا شروع کردیم، بد نیست آخر این بخش رو هم با همین موضوع تموم کنیم و از پرونده‌های چپی پوشان دزد یکم فاصله بگیریم. هفته گذشته یک پلنگ ایرانی که نسلش در خطر انقراض در شاهی دیده شد. ای شاهی دور برگردم قایم شرق ما. این پلنگ که عده زیادی از کاربران شمالی ادعا میکنن از باغ وحش خونگی یکی از سپاهیای قدیمی فرار کرده، به جای زندگیری اول با تفنگ زدنش، بعد براش بیهوشی زدن و آخر ماجرا هم جون داد. جمهوری اسلامی در چند سال اخیر خیلی سعی کرده پلنگ رو به جای شیر خورشید به سمبل ملی ایرانیان تبدیل بکنه، تا جایی که روی پیراهن اعضای تیم ملی و اتوبوس و همه جا نقش یک پلنگ رو کار کردن. ما هم براتون این لباس تیم ملی رو با توجه به این همه مهارت و قابلیت در حفظ و زندگیری این حیوان زیبا به روز رسانی کردیم. این واقعیت زندگی پلنگ ها در ایرانه و این طرح برازنده لباس تیم حکومتیه که جز فساد و بی‌لیاقتی چیزی برای ایران نداشت. اما این قسمت تبلت، میخواییم بریم سراغ یکی از معضلات سینمای ایران. کمبود امکانات؟ نه خیر. ضعف فیلمنامه؟ سرمایه های مشکوک و پولشویی؟ مؤسسه اوج، سپاه، بخور بخور و کارهای سفارشی و زیرمیزی؟ اونم نه. میگم بهتون. بله، زن. معضلی به نام زن. معضلی به اسم زن و بازیگری تو سینمای ایران.
یعنی البته من اگر 1% هم میخواستم وارد سینما ایران بشم با این همه مویی که دارم جا نمیشد که. قطعا شانسی برای بازیگری تو سینما ایران نداشتم. در اوایل دهه 60 کارگردانان سینمای ایران که از این همه آزادی‌های به دست آمده از طرف امام مقوایی این بوکسوری که وسط رینگ ناکوک شده گیج و منگ بودن افتادن به دنبال تبصره یا راه حلی برای قبول زنان در سینما به عنوان بخشی از بدنه جامعه. این یعنی چی؟ یعنی آقا جان نصف مملکت زنانن و بالاخره یه فیلم که ساخته میشه مادر، خواهر، نامزد، همسر شهید که داره، اینا باید دیده بشن دیگه نه؟ اما چجوری؟ مسعود کیمیایی اولین فکر به جرقش خطور کرده و از تراشیدن موهای سر بازیگر جلوی دوربین آغاز شد و زن در سینما رویت شد. علی آتمی با آوردن کلاه گیس، میخوای از موهای من میتونی کلاه گیس درست کنه و کلاه خواست صلح برقرار کنه. یعنی یکم بدتر هم یکی دیگه اومد وسط، داوود میرباقری. چقدر ما خلاق داریم، رفت سراغ ترفند مردان زن پوش. وی چی شیکنه؟ البته بودن و هستن فیلمسازانی که بابت اعتقاداتشون از همون زمان اول انقلاب تا الان بهای سنگین توقیف و ممنوع‌کاری و تبعید اجباری رو تحمل کردن و هنوزم پای اعتقاداتشون ایستادن. بعد از 40 سال هنوز طلاب قم آخوندهای خودمون از بازیگرای زن شاکیان و زنان سینمای ایران نتونستن دل روحانیون مذهبی رو به دست بیارن. چرا؟ بازیگرها کلا سرشون میکنن، از اون طرف موشواره میندازن، از اون طرف گردن و اینا برا بازو، همه چی معلومه. در نتیجه آقایون تحریک میشن. جنبش میتو در غرب راه افتاد و زنان سینماگر از آزار جنسی در سینما حرف زدن، پرده برداری کردن، افشاگری کردن و خامنه‌ای هم وسط میدون پرید و انداخت گردن کی؟ گفت چون در غرب حجاب و اسلام وجود نداره، خب دیگه زنان معلومه که تجاوز بهشون میشه، اونم زنهای غربی فقط. چند وقت خبرهایی درباره آزار و اذیت جنسی در پشت صحنه سینمای جمهوری اسلامی ایران شنیده شد و خیلی از زنان سینمای ایران هم پای این بیانیه رو امضا کردن. جنبش میتوی ایرانی، مگه نه اینکه از نوک پا، نه اینکه نوک سر بود، نوک پا تا فرق سر همین زنان جلوی دوربین در راستای حفظ ارزش‌های اسلام باید پوشیده بشه تا مردی به گناه نیفته و یا طلبه جوان نوبالغ از راه به خاطر موی زن از راه راست منحرف نشه آقا. ولی وقتی پای تبعیض و آبروی زنان تو همین سینما در میونه، صدا از هیچ کی در نمیاد بدون هیچ قضاوتی. یه لیستی بهتون بدم از زنان و دخترانی که وقتی تو سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی بودن یه شکل دیگه داشتن و وقتی تونستن از ایران خارج بشن تازه خود واقعیشون رو دارن زندگی میکنن. اما شاید هیچ کدوممون بازی گلشیفته فراهانی رو تو فیلم میم مثل مادر یادمون نره. همین گلشیفته وقتی از ایران و سینمای تحت نظارت وزارت ارشاد اسلامی خارج شد تازه خود واقعیشو دید. بعدی زهرا امیر ابراهیمی که یه وقتی برای نقش داشتن تو یه سریال مجبورش میکردن زیر 100 تا شال و چادر خودشو بپیچونه و مخفی بشه و امروز همه اونایی که با نگاه تحقیرآمیز از ایران بدرقش کردن برای موفقیتش و رسیدن به بالاترین جایگاه یک بازیگر در معتبرترین جشنواره فیلم دنیا براش دست میزنن. بعدی شقایق نوروزی که تو ایران مثل بقیه زنهای بازیگر باید همه جا رو بپوشونه تا پیدا نباشه، ولی بازم مورد آزار جنسی قرار گرفت و حالا صدای بلند زنان سینماگرانیه که به هر گونه آزار جنسی از سوی همکاران مردشون نمیگن. چکامه چمن ما که خیلی از ما تو سینمای ایران این شکلی دیدیمش و حالا خودش میتونه برای خودش تصمیم بگیره تا چی بپوشه و چه شکلی دیده بشه. اینا فقط یه گوشه از سوء استفاده حکومت از زن ایرانی روی پرده‌های سینما و نمایش‌های تلویزیون. راستی شما خانم یا آقایی که داری الان این برنامه رو نگاه می‌کنی، سیمای واقعی خود شما چه شکلیه؟ گفتم آقایون تعجب نکنید، بعضی از آقایون ایرانی هم سیماشون داخل ایران و خارج ایران با هم زمین تا آسمون فرق داره. و ما مهمون داریم. چه مهمونی؟ مهمونی رو دعوت کردم به خونه هاتون که میدونم تو قلب خیلی از شماها جا داره، چون هم دانشجوی اخراجیه، هر کی رو حکومت اخراج بکنه جاش اینجاست، هم فعال حقوق بشر، هم زندانی سیاسی و از همه مهمتر تو این چند سال گذشته و در زندان نشون داد که یک آزادی خواه واقعیه و هیچ وقت در مقابل ظلم سر خم نمی کنه، چه نسبت به خودش چه نسبت به هر هم نوع دیگه ای.
آرش صادقی مهمون تبلت با هم ببینیم و حالشو ببریم. سلام به روی ماهت آرش عزیز، خیلی خوش اومدی برنامه تبلت. سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم که میبینمتون، امیدوارم که همیشه موفق باشی. آرش عزیز، این همه مدت توی زندان بودی، این همه مدت همه ما نگرانت بودیم، ولی از زمانی که آزاد شدی تویی که شدی نگران برای همه اونایی که تو زندانن. چرا زندان رو ول نمی کنی؟ چرا نمیری دنبال زندگیت؟ تقریبا تک تک اون بچه هایی که حالا ما در زندان با هم بودیم بخشی از خانواده من تقریبا شدن. ببینید ساعت هایی که ما با اونها زندگی کردیم در غم ها، شادیشون و حالا مسائل مختلفی که در کنار همدیگه داشتیم عملا باعث میشه که شما احساس کنید اونها بخشی از وجود شما هستن و احساس کنی که جزو نزدیکترین افراد خانواده تو هستن. و خب من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به تک تک اونها تا زمانی که حتی یک زندانی سیاسی هم در زندان باشه. خب به فعالیت خودم ادامه. آرش صادقی چند سال از زندگیش و بهارش و جوونیش تو زندان بوده و چی گذشته تو این سالها به تو؟ من سالهای 89-90 رو توی زندان بودم. بار اول مربوط به پرونده نخست من بود. یک بازداشت داشتم سالهای 91 و 92 و یک پرونده هم داشتم سال 93 که منجر به این حکمی شد که خب اردیبهشت سال گذشته آزاد شدم، یعنی 5.5 سال رو گذروندم و آزاد شدم. تقریبا اگر بخوان بازداشت و حالا پرونده قبلی رو در نظر بگیرم فکر میکنم یک چیزی حدود نزدیک به 8.5-9 سال رو در زندان بودم. 8 سال یعنی بهارا نبودی، تولدات توی زندان بودی. آرش چی تو رو توی زندان قوی کرد؟ یعنی چی باعث شد که کم نیاری؟ خب اون باوری که حالا به اون راهی که انتخاب کرده بودم باعث می شد که خب در بدترین شرایط به یک نحوی فکر کردن به اون به قول معروف ایدئال ها و اون باورم باعث می شد که تو شرایط سخت، حالا چه بحث بیماری یا چه شرایط انفرادی، منو نگه داره. غیر از اون بحث علاقه و عشقی که به خانواده داشتم و همینطور به همسرم باعث میشد توی اون لحظات سخت به روزهای خیلی خوبی فکر کنم که خب در کنار اونها بودن. باورت چی بوده؟ اگه یک کلمه بخوایم به مردم تو دنیا بگیم که آرش صادقی به خاطر این خواستش زندانی شد، خواستت چی بود برای ایران؟ خواستم یک جامعه آزاد و برابر، جامعه که توش فقیری وجود نداشته باشه و مردم در رفاه و آرامش و آزادی زندگی کنن و جامعه باشه که توش اعدامی نباشه، شکنجهی نباشه و زندانی وجود نداشته باشه. یعنی کسی به خاطر باورش و اعتقادش محکوم به زندان نشه، اعدام نشه. به خاطر این باورهایی که خواسته هر آدم معمولی و طبیعی عادیه تو زندانی شدی، در کنارش برادر حسن روحانی، برادر جهانگیری، بستگان نظام به خاطر اختلاس و دزدی. تفاوت شما با اونا تو زندان چی بود؟ هیچ وقت همدیگر رو دیدین، چشم تو چشم شدین و تفاوت جایگاه و شرایطتون چی بوده تو زندان؟ نگهداری، امکانات؟ خب شرایط شرایط خب خیلی متفاوت بود. یعنی بندهایی که حالا بالاخره این افراد در اون حبس کشیدن، اینها من آقای مهدی هاشمی رو یک بار دیدم و از طرفی میبینیم که برادر حسن روحانی، برادر جهانگیری، اینایی که به خاطر اختلاس توی زندان بودن بیشترش رو تو مرخصی به سر بردن. سوالم دقیقا از شما همینه که
این تفاوت‌ها چه حسی بهت دست میده، خصوصا زندانیای گمنام‌تر، کسانی که این روزا تو صداشونی، وقتی میبینی اصلا صداشون به گوش رسانه ها هم حتی نمیرسه، چه حسی بهت دست میده و چه خواسته ای داری؟ خب گهگاهن آدم واقعا دچار ناامیدی میشه، ولی من سعی میکنم بر این حس ناامیدی همیشه غلبه کنم و در حد توانم، که حالا یک صفحه شخصی هست، سعی میکنم صدای همین زندانیای گمنام باشم. خب مشخصا افرادی که انتصاب منتصب هستن به مقامات حکومتی، خب شرایط اونا قطعا در زندان خیلی متفاوته با ما. اونا با کلیت نظام به یک نحوی مشکلی ندارن و حالا بحث ما با اونها خیلی متفاوته و برخوردی هم که قطعا با ما میشه باز به نسبت اونها قطعا میتونه متفاوت باشه. بچه های زیادی هستن در زندان بیمارن و از مرخصی محروم هستن، ولی خب بخشی از این نیروهای حکومتی خب به صورت مداوم در مرخصی به سر میبرن. این سختی ها رو پشت سر گذروندی، ولی انقدر پر امید و محکم ایستادی و صدای دیگران هم هستی. کسایی که صدا تو میشنون، کسایی که خانواده هاشون تو زندانن، دوست داری به اونا چی بگی؟ میخوام بهشون بگم که برای پایان این استبداد نیاز به اتحاد داریم و میخوام که با همه حالا اختلاف دیدگاه، اختلافات سیاسی که داریم، سعی کنیم روی یک موضوع، اون هم بحث آزادی، فوکوس بکنیم و حداقل برای یک مدت کوتاه این اختلافات رو کنار بذاریم، چون هممون داریم از سمت یک حاکمیت به یک نحوی نباخته میشیم و تا این اتحاد به وجود نیاد این روال همچنان ادامه خواهد داشت. خب برای همین میخوام ازت بپرسم، زمانی که توی سال 88 خیلی باور به اصلاحات داشتن، تو نداشتی و خیلی شجاعانه اعلام میکردی که من این اصلاحات رو بهش هیچ امیدی ندارم. الان وقتی کسانی که از توی زندان رأی دادن، کسانی که اصلاح طلب بودن ولی پشیمونن رو باور میکنی، در چه صورتی اونها رو باور میکنی که حرفشون واقعیه که از اصلاحات عبور کردن؟ من به شخص هر کسی رو که حالا از گذشته خودش ابراز ندامت بکنه بیاد و حالا اگر اشتباهی رو انجام داده بیاد و از مردم عذرخواهی کنه بابت اون اشتباهی که انجام داده و تلاش کنه که در جبهه مردم قرار بگیره و در راستای آزادی مردم مبارزه بکنه، من به شخصه اون شخص رو، اون فرد رو میپذیرم. و عذرخواهی کلیدواژه‌ایه که، و عذرخواهی اون حلقه مفقوده‌ایه که خیلی جاها ممکنه وجود نداشته باشه. سوال دیگه‌ای که میخوام ازت بپرسم بازم شخصیه. بدترین خاطرت از زندان چیه؟ اگه قرار بشه یکی از خاطرات تو به عنوان خاطره تلخ بگی چیه؟ اعدام لقمان و زانیار مرادی بود که در زندان رجایی شهر شهریور 97 من با زانیار تقریبا یک رابطه برادرانه داشتیم. خیلی از چیزهای شخصی همدیگر مثلا در جریان بودیم، خیلی موقع با هم میشستیم، درد و دل میکردیم و ذات واقعا خیلی خوبی رو من در کنار لقمان گذروندم، یعنی مثل یکی از اعضای خانواده‌ام بود و وقتی بردن و این بچه‌ها رو بیگناه اعدام کردن، من تا مدت یک سال و نیم من واقعا دچار افسردگی شدیدی شده بودم بابت اعدام این بچه‌ها. خیلی خیلی ممنونم، همینقدر که تو آرومی من صدام بلنده و واقعا ازت ممنونم که با آرامش ولی با امید و با اقتدار توی این برنامه حضور پیدا کردی. روی ماه تو میبوسم. مرسی که با ما همراه بودین برای این قسمت تبلت. به پایان این قسمت برنامه رسیدیم. یادتون نره فقط یه دوربین دست ماست، البته دو تا دوربین دست ماست، میلیون ها دوربین دست شماست. هر فیلم و تصویری که شما برامون میفرستید بیشتر از هر چیز دیگه‌ای واقعیت‌های زندگی مردم
ایران رو نشون میده. شما هم میتونید برامون ویدیوهای خودتون رو به این شماره‌هایی که میبینید یا از طریق تلگرام یا واتساپ بفرستید و ما اونا رو همینجا نشون میدیم.